شما وقتی که درگیر پیسی میشی یا درگیر پسوریازیس میشی، مشکل اصلی درون بدنه. حالا وقتی من جلوشون نمیگیرم از ریشه، باید چیکار کنم؟ یه کرم بگیرم دستم، یه جلکه زد، خب کرم بزنیم. به فرض اینکه تاثیر گذاشت، دوباره من بود کرم دستم باشه، خدای نکره تا آخر عمرم هر جایی که لکه به وجود اومد دوباره بیام توی اون ناحیه کرم بزنم، خب این چه روشیه؟ بهشون میگن روش های مدام عمر که متاسفانه صرفا به همینجا ختم نمیشه. معمولا کرمایی که درصد روشونه، خب معمولا ترکیبات شیمیایی دارن، معمولا که بهتون میگم همشون ترکیبات شیمیایی و کورتوندار قوی که توی بلند مدت برای لحظه شاد به شما یه نتیجه سریع بده، سلولای زیر پوستتون رو تحریک میکنه، سریع نتیجه بهتون میده، ولی توی بلند مدت التهاب و سوزش و خارش های مختلف و قرمزی پوست براتون به وجود میاره. راجع به نور درمانی بخوام بهتون بگم، صرفا با تابوندن یه سری اشعهات توی بافت پوست شما باعث میشه به صورت موقت رنگدانی تولید بشه. اگر نتیجه بده، یعنی شاید نتیجه دهی اینا 30-40% باشه نهایتا روی دوستانی، از هر 10 نفری که میرن 2-3 تاشون 3-4 تاشون میگن ما تا حدودی نتیجه رو دیدیم، اون هم روی یه سری از لکه ها، نه همه لکه ها. بس سیتوتراپی که براتون توضیح دادم، ولی من به هیچ عنوان هیچ شما از اینا به شما پیشنهاد نمی کنم، چون صرفا وقت هدر دادنه. و مهمترین چیز توی مبحث بیماری های خودیمه که سیستم دفاعی بدن درگیر زمان ماه، که من همیشه میگم زمان از دست نده، چون خدایی نکرده یهو به خودت میبینی لکه‌ها بیشتر شده، خدایی نکرده به خودت میبینی مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. پس اصلا دوباره همچین روش موزه نرو. حالا مخصوصا کسایی که تازه درگیر شدن، کسایی که درگیر ویتیلایگو یا پی اس دی تازه میشن یا درگیر پسوریازیس، در مرحله اول توی ذهنشون چیه؟ یه مشکل پوستی خودش از میمیره، یه التهاب، یه قارچ پوستی، یه کرم میزنم خوب میشه، یا ولش کنم خودش خوب میشه. دوست عزیز، همچین مشکلاتی مثل پی سی و پسوریازیس به هیچ عنوان من ندیدم تو این چند سالی که تخصصی کار کردم یه نفر بیاد بگه من هیچ اقدامی واسش نکردم خودش خوب شد. ولی تا دلتون بخواد آدم داشتم که اومدم گفتم من این اقدامی واسش انجام ندادم، ولی الان پشیمونم، پیشروی لک‌ها به مراتب خیلی بیشتره. پس این قضیه رو خیلی اهمیت بالایی دارم و لطفاً بهش خیلی خیلی اهمیت بدید. حالا بریم بررسی بکنم آقا اصلا من چرا باید بهبود ریشه رو انتخاب بکنم؟ آقا من اصلا میخوام کرم بزنم، اصلا میخوام نور درمانی بکنم، حالا میخوام واسهتون مقایسه بکنم. ببین دوستان، توی این چند سالی که من حضوری مراجعین زیاد داشتم، تلفنی با هم خیلی صحبت کردیم، این حرفای خودشون ها خیلی ها بودن که 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال 8 سال درگیر ویتیلایگو بودن ولی اقدام خاصی واسش نکردن. از طریق بهبود ریشه منظورمه، اوکی، از طریق بهبود ریشه اقدام خاصی واسش نکردن و این خروجیش میشه، خروجیش میشه که خدای نکرده به صورت غیر قابل پیش بینی لکه بیشتر میشه. یعنی چی به صورت غیر قابل پیش بینی؟ یعنی من هم که تخصص این قضیه دارم نمیدونم برای لکه شما طبق شرایط محیطی که داری، طبق استرس و استرسایی که داری، در آینده چه قرار اتفاق بیفته. اگر تحت درمان نباشی، اگر تحت بهبود ریشه‌ای نباشی، خدای نکرده، من داشتم کسایی که باورتون نمیشه 17 18 سال لکه تو بدنشون ثابت بوده ولی متاسفانه از یه جایی به بعد اینقدر پیشروی کرده که واقعا پشیمون شده. چرا بهبود ریشه در من قدر اهمیتش بالاست؟ سفید شدن ریشه مو، موجه رو سفید میکنه، ابرو رو سفید میکنه، موی سر رو سفید میکنه، به وجود اومدن بیماری های خود ایمن دیگه. دوست عزیز من، امروز نزدیک به 89 بیماری خود ایمن شناسایی شده، میدونی؟ و این یعنی چی؟ یعنی که وقتی من درگیر یکی از این موارد بشم، میتونه این قضیه به صورت زنجیره‌وار بره جلو، بره جلو، مشکلات دیگه به وجود بیاد. یعنی یه ریشه‌ای وجود داره به نام مشکل خود ایمن و اگر من اینو حلش نکنم، تبعات منفی مختلفی داره. تیروید کمکار، تیروید پرکار، کبد چرب، از اون طرف دیابت چه نوع 1 چه نوع 2، از اون طرف درگیر بیماری‌های پوستی مثل لوپوس و لیکن پلان و حالا چیزای مختلفی نمیخوام اصلا ماکولار نمیخوام اسمشون رو زیاد ببرم، ولی حواستون به این قضیه باشه. آقا من ریشه اقدام نکنم، هر روز صبح دغدغه دارم که نکنه لکه بیشتر بشه، نکنه الان از خواب بیدار شدم خدای نکرده مثلا لکه جدید زده، نکنه خدای نکرده موهامو درگیر کرده باشه. و این استرس و استرس رو هی شما داری، درگیر استرس هستی همینجوری، این باعث میشه که اختلالات تو سیستم دفاعی بدنت بیشتر شه و خروجی این اختلالات دوباره بیشتر شدن لکه به شما استرس میده و این چرخه هی میچرخه و این میچرخه. پس اهمیت این قضیه رو درک بکنید. در اینه که من میگم آقای عزیز، خانم عزیز، ریشه اقدام کن. بجن که بری کرم بخری 400 تومن 500 تومن 700 تومن دوباره بری بخری، یه بار با 4 5 تومن 6 تومن 7 تومن قضیه حل میشه. ولی اگر سریع اقدام نکنی، خدای نکنه تو به یه جایی شما رو برسونی که کاری دیگه از دست منم برنمیاد.